وای دیگه انقدر اینجا تنها موندم دارم دیوونه میشم. تو کی هستی؟ چرا منو اینجا زندانی کردی؟ ولم کن، ولم کن، دست تو از من بکش. ها؟ آخ گوئن خودتی؟ تو هم اینجایی؟ وای نه، الان کی باید نجاتم بده؟ کمک، 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 یکی کمک کنه. بس کن، من خیلی وقته که اینجام، همه کاریم کردم، بیفایده است. امروز سر کار حسابی خسته شدم، بهتره برم همون یه خستگی در کنم. آره چقدر سوت و کوره. بقیه کجا؟ سلام، کسی اینجا نیست؟ دخترم؟ ای بابا، پس شما کجایین؟ هلی سوگند، میگم خبری از بچه ها نداری؟ هیچکی خونه نیست، کجا رفتن؟ عزیزم کیه جلو در؟ ها؟ هیچکی که داست اومده پول بگیره. بله؟ شرمنده اگه بگم شوهر سابقم جلو دره، یه جوریه دیگه. درسته. ناراحت شدی؟ نه خیلیم خوشحالم، ببین دارم میرخسم. آه خیلی خوب، فریبرز گفتش که توی کلوبی چیزی دو تا کوچه پایین ترن. لوپ بنتن احتمالا برای بچه هاست. ببین دخترم چه عمو و آقا جون خوبی داره، آوردنش یه جا مخصوص بچه ها که بازی کنه. بهتره برم تو. بفرمایی کتوله اینجا دیگه کجاست؟ اصلا چه خبره؟ کتوله احمده کلوپ لختی بنتن. مسعود اگه میخوای بیای تو باید ورودی بدی، به عنوان پدر مدیر داخلی اینجا برات نصف قیمت حساب میکنم. جانم دخترم هم قاطی این کثافت بازیه؟ اوه دخترت اینجا سردسته است. وای خاش تو سرم با این بچه بزرگ کردنه. خیلی خوب، شما یه ساعت دیگه هم کار کنید میتونید استراحت کنید. ما رو کی آزاد میکنی؟ هیچ وقت. خب کی غذا میدین؟ از گشنگی مردین. شب شب غذا میخورید. به به چشمم روشن. سلام بابا، ژتون گرفتی؟ بده ببینم شمارت برای کدوم محفظه است. واقعا ازت انتظار نداشتم، تو خجالت نمیکشی بچه؟ من فقط به رفیقام کمک کردم، خودت یادم دادی که با معرفت باشم. این فرق میکنه، زود برو خونه تا بیام تکلیفتو روشن کنم. آخه حتی یه دقیقه هم نمیخوام چنین جایی باشی. داداش کمکمون کن، جبران میکنی. چقدر باحال. بیخیال من، خجالت بکش. گوهن رقص خیلی باحاله، لعنتی خود کتگوریه. گفتم نه خودتو جمع جور کن مسعود، تو الان دیگه پدر شدی. وای آخه ببین همه مدلش هم هست. گفتم نه. آهای کتوله، روز خوبی رو داخل کلوپ لختی بنتن داشته باشی. میشه توضیح بدی اینجا چه خبره؟ خوشت اومد، پسندیدی؟ بگو. خوب معلومه دیگه، کاسبی میکنیم، داریم یه خورده پول در میاریم. خودت میدونی منظورم چیه، توضیح بده. خب راستش صبح، وای وای دویدن و ورزش کردن چقدر خوبه، واقعا هر کس که نمیتونه بدوه بهتره بره بمیره. یاشور تو اینجایی؟ چطوری خوبی؟ سلام. به نظر میاد تو هم ورزش کردن خیلی دوست داری. میگم فردا صبح که برای دویدن اومدم میام دنبالت با هم بریم. شاغل ابنه آبکون، تو آبکونی. ولی بر جاد خالی، یاشار مسخره کردم یک حالی داد. اوه کلگدو، اینقدر ریسیس بازی قبلا در آوردی من هیچی نگفتم، ولی دیگه معلولا رو که مسخره نکن، گناه دارن آخه. ای بابا چرا سخت میگیری؟ مسخره کردنشون آخه خیلی حال میده. واقعا که من میرم یه کاری دارم. این چند وقت داره چی کار میکنه؟ هی چند ساعت میره تو اتاق. این چیه دیگه؟ چه عجیبه؟
اینجا چه دیوونه خونه ایه؟ آقای گرگردان، اینجا رو چجوری پیدا کردی؟ در باز بود، منم اومدم تو. یادم رفت پورتالو ببندم. فری برد اینجا چه دیوونه خونه ایه؟ راسته خانوم مادام، این چای خیلی خوش طعم بود. مهمونی چای با شما خیلی لذت بخشه. آره. ای بابا، بازی بلد نیستی حال نمیده. خودت گفتی خاله بازی، من همینقدر بلدم. ای بابا، این چه وضعی زندگیه؟ نه یه کونی هست، نه پسری، نه چیزی. من قبلا هر روز ترتیب یه نفر رو میدادم. الان خیلی مسخره شده. تو که هر شب و هر روز مهمون میاری خونه، همین یه ساعت پیش ترتیب یه نفر رو دادی. نه بابا، اینا همش تکراریه، همش آدمای معمولی. منظورت چیه؟ ببین گیلاس، ما قبلا با پدرت ماجراهای زیادی داشتیم. در طول اون ماجراجویی ها من تقه خیلی انداختم. یادمه یه بار تقه زامبی انداختم، یا مثلا تقه کیم جونگ اون رئیس جمهور کره شمالی انداختم. ولی الان خیلی کسل کننده شده، اصلا تنوع نداره. نمیدونم، ولی اگه هر کمکی از دستم برمی اومد بهم بگو، برات انجام میدم. چون اومد زمین دیبال سباز، مثل شهاب از آسمون اومد. چه عجیب، خواب بلتن دیدم. وایسا ببینم. آره ببین، خیلی جالب میشه. فکرشو بکن، ما بریم بنتن رو بدزدیم، بعد ببریمش یه جایی واسه خودمون نگهش داریم. اون با ساعتش میتونه به میلیون ها موجود فضایی تبدیل بشه. منم میتونم تقیه میلیون ها موجود رو بندازم. واقعا که مخه تو اینجور چیزا خوب کار میکنه. راستی میدونستی که توی دنیا موازی صدها بنتن وجود داره؟ همشون هم با هم فرق دارن. اینجوری میتونیم همشونو بگیریم و تا ابد یه دونه جدید واسه داستان کردن داریم. آره خیلی خفم میشه. آره خلاصه گیلاس خیلی بامرامه، کمکم کرد که از همه دنیاها همه بنتنا رو گرفتیم و اینجا نگه داشتیم. تو رو خدا ولمون کن بریم. اصلا بیا این ساعت مال تو بگیرش، تبدیل به هرچی میخوای بشو. ایست دنتو به من، باید یکی باشه که تبدیل بشه من ترتیبشو بدم. خودم که نمیتونم ترتیب خودم رو بدم. حداقل منو ول کن برم. آره چرا گوهنا رو آوردی اینجا نگه داشتی؟ آره اول بنتنا رو گرفتم، بعد حس کردم بنتنا تنها جفت و اینا ندارن، هیچ کم نیست باش داستان کنن. خب بالاخره اونا هم مثل من احتیاج دارن دیگه. بعد راستش دلم براشون سوخت، گفتم این گوهنا رو بیارم اینا تنها نباشن. آره فریبورس، تو واقعا مریضی، خیلی مشکل داری. اصلا کارت از روانشناس و اینا گذشته، تو دست فیلم های زننده و زجرآور قرار میگیری. آقای کارگردان، منم فانتزی های خودمو دارم. ولی البته از اینجا میشه یه خورده پول در آورد. چه جوری؟ آره دیگه، بقیهش هم که معلومه. ببین خیلی جای بالی شده، مردم اینجور چیزا که با کاستوم و از اینجور چیزای کتگوری دارو خیلی میپسندن. واقعا که آدم نیستین، اصلا ذاتتون خرابه. ادعاش هم نداریم، فقط دختر منو از این چیزا دور نگه داری. برو بابا، اصل کاری دختر توه. بدون هوش سرشار اون هیچ کدوم اینا امکان نداشت. الانم برو مسعود، برو توقف بیجا مانع کسب است. آقای کارگردان بسته دیگه، هرچی پول در آوردی تعطیل کن، نوبت منه. ای بابا فریبرز، اذیت نکن دیگه. الان شبه، قرار شد شبا کلوبو باز کنی، من کاسه میکنم، روزا هم در اختیار تو، هر کسافت بازی داشتی بگو. ای بابا امروز نوبت توه. چون اومد زمین دیبال سباز، مثل شهاب از آسمون اومد.